نائومی توتو، مبارز ضد نژاد پرستی در آفریقای جنوبی. فراخوان به ملل متحد برای حفاظت از مجاهدان در لیبرتی و محکوم کردن حکومت عراق به خاطر جنایت علیه بشریت. به دنبال کنفرانس بین المللی پاریس، نائومی توتو، مبارز ضد نژاد پرستی در آفریقای جنوبی، دختر و دستیار اسقف اعظم دزموند توتو همرزم نلسون ماندلا، طی مصاحبه‌ای برای حفاظت از مجاهدان در لیبرتی فراخوان داد. در این مصاحبه که در روزنامه‌های فرانسوی زبان آلزاس، رپوبلیکن لوران، وژمتن و رپوبلیکن منتشر شده است، نائومی توتو در ابتدا پیرامون درگذشت نلسون ماندلا گفت: ماندلا برای ما یک میراث بزرگ باقی گذاشت. او به ما نشان داد که چگونه باید در شرافت زیست. زندگی او به ما اطمینان می‌دهد. همواره عدالت و بشریت بر بی عدالتی و سرکوب پیروز می‌شود. وی در مورد ادامه راه نلسون ماندلا و پدرش دزموند توتو به عنوان یک سرباز حقوق بشر و عدالت افزود: من این ارزش‌ها را از آنها و از نسل آنها آموختم که در مبارزه برای من خلق کردند. همانطور که مارتین لوتر کینگ گفت: بی عدالتی در هر کجا یک تهدید برای عدالت در همه جاست. نائومی توتو در پاسخ به این که تعهد شما برای حقوق بشر این هفته در پاریس با مقاومت ایران در فرانسه پیوند خورده است، تأکید کرد: من در واقع از مردم ایران در مبارزشان برای عدالت و دموکراسی دفاع می کنم. به یاد می آورم که چقدر برای ما در آفریقای جنوبی در زمانهای تیره آپارتاید مهم بود که برادران و خواهرانمان در جهان از ما دفاع کنند. در نتیجه خیلی برای من مهم است که از کشتار مخالفان ایرانی که در اشرف و لیبرتی در عراق صورت گرفت صحبت کنم و تأکید کنم که چگونه جهان در این مورد سکوت کرده است. من سازمان ملل را فرا می‌خوانم که این پناهندگان ایرانی را مورد حفاظت قرار دهد و دولت عراق را به خاطر جنایت علیه بشریت محکوم کند.